خب تو ویدیو قبلی دیدید که ما اکشن ها و ریدیوسرامون رو ساختیم. تو این ویدیو دقت بکنید که این یه مقدار ویدیو این خیلی مهمه. این اکسپورت هایی که ما قبلا درست کردیم و حذف میکنیم بخاطر اینکه ما میخوایم از چی استفاده کنیم؟ کمباین ریدیوسر استفاده بکنیم. ایمپورت میکنیم از کمباین ریدیوسر رو از چی؟ از ریداکس. از ریداکس میخوایم چیکار بکنیم؟ کمباین ریدیوسر رو ایمپورت بکنیم. برای این کار تایپ میکنیم Combine Reducer. خب Combine Reducer از این import میشه. میبینید که اینجوریه، با سی small هم نیستش اگه دقت کرده. حالا این 1.9 این سی، این هم میبینید که همونه، فرق نمیکنه. Combine Reducer اگر روی Redux برید توی Node Module، اگر یه documentationش رو باید نگاه بکنید یا برید داخل این ریداکس خیلی سریع پی اینها، این ریاکت و بعد پایین ریاکت باید ریداکس باشه، آر دی و بعد میشه ریداکس. یه مقدار اینا چون ایناش ریداکس و بعد اینجا میبینید که redux.js داریم و بعد این سورس داریم و بعد کمباین ریدیوسرز. میبینید کمباین ریدیوسر این کپیتال نیست، اسماله و میبینید که نوشته Combine Reducer. حالا اینا آخرش که میبینید که اکسپورت میشه، ببینید که به چه صورت اکسپورت میشه. میبینید که Combine Reducer به این صورت اکسپورت میشه. نیم اسم انتخاب کردن اونجایی که ما انتخاب کردیم زیاد مهم نیستش، ولی خوبه که اینو اینجوری همونجوری که خوش فانکشن رو درست کرده قرار بدید، Redux. خب این چی شد؟ ایمپورت شد. حالا پایینش ما چیکار میکنیم؟ ازش استفاده چجوری استفاده میکنیم؟ مثلا این نود ماژول ببندم، تایپ میکنیم چجوری استفاده کنیم. اگه تایپ بکنیم Combine Reducers، داخل پرانتز یه آبجکت قرار میدیم. گفتم که این آبجکت باید اینجوری قرار بدیم که مثلا یه وریبل درست کنیم به نام Songs و بعد بگیم که مثلا Song Reducer، حالا اسمش میذاریم Songs Reducer. خب و میگیم که اونو مساوی با Songs Reducer قرار بده. یه وریبل دیگه درست میکنیم به نام Selected Song. میتونیم به همین صورت استفاده کنیم، ولی من ریدیوسر ازش حذف میکنم و بعد میگم که selected song مساوی با این بالای. اینا چیزایی هستش که خودمون تعیین میکنیم. اگر این چیزایی که خودتون تعیین میکنید با اینا برابره، میتونید اینا رو حذف بکنید، به این صورت قرار بدید. یعنی کلید با مقدار یکی هست، میتونید حذف بکنید یکیشو. این خاصیت ECMAScript 6. حالا برای اینکه از این استفاده بکنیم توی فایل بعدی، همینو اکسپورت دیفولت میکنیم، اکسپورت دیفولت میکنیم که اینو بتونیم داخل app.js استفاده کنیم. app.js نه، معذرت میخوام، اینا رو میبندیم، بریم داخل src index.js ازش استفاده میکنیم. اینجا خیلی مهمه که خوب توجه بکنید. اولا این بالا من این چیزایی که از نود ماژول رو استفاده میکنم یه گروه قرار میدم، اینم که خودم استفاده میکنم داخل اپلیکیشن یه گروه قرار میدم. این بالا من ایمپورت میکنم. خب میخوام پرووایدر رو از چی ایمپورت بکنم؟ react-redux. حالا به چه صورت اینو قرار خواهد گرفت بهتون میگم. میبینید که 14 کیلو به قول معروف ایمپورت میشه. بعد یه ایمپورت دیگه میکنم. میبینید که اینجا ایمپورت های مختلفی داره. این یکی ایمپورت چیه؟ اگه تایپ بکنیم import statement یا حتی import خالی، import میکنیم، فکر میکنم import statement رو میخوام، import میکنیم از redux. میخوایم چی رو import بکنیم؟ میخوایم create store رو چیکار بکنیم؟ import بکنیم. اینم سایزش رو داره برآورده میکنه برام. حالا اینا رو که اینجا من ایمپورت کردم، پس می‌بینید که این دو تا پکیجی که ما اینستال کردیم پکیج‌های همینجوری الکی نیستن. پرووایدر اینا داخل اپ رپ میشه و بعد اینا ازش استفاده میشه. بذارید من اینا رو فرمت بکنم، اینم داخل یه لاین دیگه بندازم که ببینید که می‌خوایم چیکار انجام بدیم. و وقتی این کار انجام دادیم، بعد از اپمون میام من چی ایمپورت می‌کنم؟ میام به قول معروف ریدیوسرامو ایمپورت می‌کنم. ریدیوسر، حالا اسمش رو می‌ذاریم ریدیوسرز و بعد میگم که برو داخل ریدیوسر و بعد دیگه نمیگم ایندکس. خوش میدونه ایندکسه. اینا رو چیکار بکنم برای من ایمپورت بکنم.
حالا اپی که ما داریم رپش میکنیم با پرووایدر و بعد اینجا میبندیمش پرووایدر. خب میبینید که این اپ اینجا تا اینجا رپ شد. برای اینکه بهتر ببینید به این صورت قرارش میدم که بهتر ببینید. اپ ما با پرووایدری که ما این بالا قرار دادیم رپ شد و بعد اینجا ما یه پراپرتی اینجا درست میکنیم به نام استور. هر این ریاکت ریداکس به این صورت کار میکنه که اگر ما اینجا تایپ کنیم استور مساوی قرار بدیم با استور، استورمون از کجا میاریم؟ از این create store اینجا تعریف میکنیم. بعد داخل پرانتز میگیم که برو از ریدیوسر هامون اینجا پس بکن. ببینید به چه صورت قرار داده شد. و اگر نبینین هم میتونید حدس بزنید. ببینید که اول پرووایدرمون رو چیز کردیم، استفاده کردیم و بعد از پرووایدرامون استفاده کردیم که اپ رو رپ بکنیم و بعد این از یه پراپرتی به نام از یک پراپی به نام استور استفاده میکنه. حالا این استور چی داره؟ از این دوتا مونده دیگه. میبینید که اینا کم رنگه. میگیم که از create store استفاده بکن. create store ما reducer هامونو پس میکنه داخلش به همین راحتی. و این به این حالت اینجوری setup میشه. react redux به این صورت setup میشه. پس یه بار دیگه actionاتونو میسازید و بعد reducer هاتونو میسازید. این reducer هاتونو میسازید. کمباین میکنید ریدیوسر هاتون در آخر، اکسپورت میکنید و بعد اکسپورت میکنید میاد داخل ایندکس جی اس. پرووایدر رو از ریاکت ریداکس تعریف میکنید، استور رو از ریداکس، ریدیوسر هاتون هم اینجا تعریف میکنید. به ترتیب میتونید اینجا اسپیس بذارید نذارید، برای اینکه گروه بشه من اسپیس میذارم. و بعد اینجا میگید که پرووایدر هاتون اپتون رو رپ بکنه و بعد ریدیوسر هاتون رو داخل کریت استور پاس بکنه. پس اجازه میدم که شما یه چند دقیقه به این نگاه بکنید. اینا رو من میفرستم داخل، بذاریم داخل سانگز. اگه تایپ بکنم آره، برگردیم عقب، میتونیم به این صورت بگیم که اینا رو اضافه بکن و بعد بگیم که جی کم، این ویدیو 11 هستیم دیگه، و بعد جی جی پوش که اینا رو عمل رو پوش بکنه داخل مستر. پس این از این. حالا ویدیو بعدی میریم در رابطه با اینکه چجوری فانکشنال رو کانکت کنیم صحبت میکنیم.